امروز می‌خوایم داستان دنیایی رو براتون تعریف کنیم که توش آدمای پولدار توی فضا برای خودشون یه شهر جدید می‌سازن تا بتونن توش عین تخم بشر زندگی کنن، ولی این در حالیه که اون پایین و روی زمین مردم فقیر و بدبخت همش دنبال یه راهی هستن که بتونن به صورت قاچاقی خودشونو به اونجا برسونن. به کانال فیلم استوری خوش اومدید. امروز می‌پردازیم به داستان فیلم الیژیوم. در ابتدای داستان فیلم ما رو میبره به سال 2154 و اینجا ما میفهمیم که پولدارا به خاطر افزایش جمعیت، بیماری و آلودگی زمین رو ول کردن و رفتن به یه ایستگاه فضایی و فقط بدبخت بیچاره‌هایی مثل ما تو زمین موندن. بعدش روی زمین فیلم به ما یه پسر بچه یتیم به نام مکس و بهترین دوستش فری رو نشون میده که دارن با حسرت به یه مجله در مورد اون ایستگاه فضایی نگاه میکنن، تا جایی که مکس قول میده که یه روز میره و اونجا زندگی میکنه. خلاصه مکس از همون بچگی برای جمع کردن پول واسه زندگی کردن اون بالا شروع میکنه به دزدی کردن و هرچقدر که راهبه یتیم خونه توی گوشش راجع به گناه دزدی کردن کسچر میخونه، مکس کار خودش رو انجام میده. بعدش میریم به سالها بعد و میبینیم که مکس حالا تبدیل به یه مرد کچل شده که سابقه دزدیاش رو تریلی نمیکشه، ولی خب با این حال اون سعی کرده که آدم بشه و توی کارخونه ربات سازی کار شرافتمندانه انجام بده. ولی بازم رباتهای امنیتی شهر هر بار که میبیننش به خاطر سابقهش کیفشو میگردن و این وسط یه بارم میزنن دستشو ناکار میکنن. بعد از این اتفاق مکس پا میشه و میره بیمارستان و اونجا فری در حالی که مدت هاست که مکس رو ندیده میاد و به خاطر پرستار بودنش دستشو بامپیچی میکنه و بعدش مکس ازش میخواد که با هم یه قرار بذارن و فری هم قبول میکنه. یکم بعد مکس پا میشه و میره به کارخونه ربات سازی که توش کار میکنه و اینجا ما میفهمیم که اون کارخونه متعلق به مردی به نام کارلایله و حالا اون میخواد مکس رو به خاطر دیر اومدنش سر کار اخراج کنه، ولی وقتی مکس مشکلی که براش پیش اومده رو توضیح میده اونا میذارن که به کارش ادامه بده. همزمان همون اطراف یه گروه شورشی به رهبری هکری به نام اسپایدر تا برای کسایی که پول خوبی میدن شناسنامه جعلی درست کنه تا برای درمان بفرستتشون به اون ایستگاه فضایی. چند ساعت بعد و اون بالا وقتی که به دلاکور وزیر دفاع ایستگاه فضایی خبر میدن که چند تا شاتل غیر مجاز دارن بهشون نزدیک میشن، اون فوراً میره به اتاق کنترل و نیروهاش به شاتل دستور میدن که فوراً برگرده، ولی وقتی اونا به این پیام توجهی نمیکنن دلاکور به یکی از ماموراش رو زمین به نام کروگر دستور میده که از روی زمین با راکت اون شاتلا رو بزنه. بله، کروگر هم سه تا راکت رو به سمت اون شاتلا پرتاب میکنه و دو تاشون رو منفجر میکنه، اما سومی موفق میشه که جا خالی بده و بره تو ایستگاه فضایی فرود بیاد. بعدش فوراً یه زن دختر مریضش رو میبره توی ساختمون و چون دخترش بیماره فوراً میذارتش توی غلاف شفابخش تا بتونه درمان بشه، ولی طولی نمیکشه که رباتای ایستگاه دستگیرشون میکنن و میفرستنشون به زمین. تا همین لحظه و روی زمین یکی از رفیقای مکس به نام جولیو میاد و جلوش سبز میشه و ازش میخواد که بهش تو دزدیدن چند تا ماشین کمک کنه، ولی مکس پیشنهادش رو رد میکنه چون نمیخواد دوباره بره به هلوفتونی. روز بعد مکس سر کارش وقتی میفهمه یه جسمی جلوی در اتاق رادیواکتیو رو گرفته به رئیسش این موضوع رو خبر میده، ولی اون لاشی مکس رو مجبور میکنه که بره توی اون اتاق و در رو از داخل فشار بده. تو همین لحظه در بسته میشه و مکس بدبخت هم میفته تو اتاق و همزمان پرتوهای رادیواکتیو هم وارد اتاق میشن. اینجا وقتی مکس به خاطر تشعشعهای سنگین حسابی فریاد میکشه، همکاراش سعی میکنن آزادش کنن، اما گوزبختانه به موقع این کار رو انجام نمیدن و پرتوها حسابی ننی مکس رو مورد عنایت قرار میدن. خلاصه وقتی یه ربات مکس رو از داخل اون اتاق میاره بیرون، میبرتش توی اتاق دیگه و بهش میگه پرتوها انقدر بهت آسیب زدن که بدن تا 5 روز دیگه کامل از کار میفته و اینجوری میمیری، ولی با این حال بهش یه قرص میده تا این فرایند رو یکم عقب بندازه. از اون طرف کارلایل وقتی میفهمه تولید به خاطر خریت مکس متوقف شده دستور میده که اخراجش کنن. بعدش اون بالا دلاکور توسط رئیس جمهور پاتل احضار میشه تا راجع به ساقط کردن اون شاتلا توضیح بده. دلاکور هم میگه من هر کاری که لازم بوده برای دفاع از سرزمینمون در مقابل وحشیا انجام دادم، ولی پاتل بهش هشدار میده که اگه دوباره این کارو بکنه اخراجش میکنه. روز بعد دلاکور با کارلایل ملاقات میکنه و به نظر میاد که اونا برنامه دارن که رئیس جمهور رو کله پا کنن تا خودشون جاشو بگیرن.
از اون طرف مکس بدبخت با بدبختی برمیگرده به خونش و اونجا از رفیقش جولیو میخواد که ببرتش پیش اسپایدر و اونجا معلوم میشه که مکس دنبال خریدن یه بلیته تا بتونه بره به ایستگاه فضایی، ولی خب اون به اسپایدر میگه من پول که سهله، گوز هم ته جیبم نیست. اسپایدر هم بعد شنیدن این حرف مکس بهش میگه اشکالی نداره، به جاش برام یه ماموریت رو انجام بده تا رایگان بفرستمتون بالا. اون به مکس یه تراشه رو نشون میده و میگه تو باید اطلاعاتتون مخ یه پولدار لاشی که همون رئیس کارخونه کار لایل هست رو استخراج کنی و برای انجام این ماموریت سخت هم که لباس روباتیک رو تنت میکنه تا بتونی باهاش مثل یه هیولا بجنگی. خلاصه اسپایدر عملیات پیوند دادن اون ربات به سیستم عصبی مکس رو انجام میده و بعدش هم روی دستش یه نماد رو هک میکنه که نشون بده اون توی ایستگاه فضایی متولد شده. همزمان میبینیم که کارلایل تمام اطلاعات خودش رو منتقل میکنه به مغزش و سیستم دفاعیش رو روشن میکنه تا اگه کسی خواست بهش دسترسی پیدا کنه فوراً دخلش رو بیاره و بعدش هم رایانش رو نابود میکنه و با یه شاتل میره سمت ایستگاه فضایی. یکم بعد مکس و بقیه رفیقاش آماده میشن که به اون شاتل حمله کنن و مکس بعد یه شلیک دقیق موفق میشه که شاتلش رو بیاره پایین. تا همین لحظه دلاکور وقتی متوجه حمله به کارلایل میشه فوراً کروکر و یه کشتی فضایی رو میفرسته که ازش محافظت کنن. بعدش یه سری ربات میرسن که از کارلایل دفاع کنن و به خاطر همین گروه مکس باهاشون درگیر میشن و موفق میشن ربات ها رو شکست بدن، ولی وقتی میرسن پیش کارلایل شروع به کپی کردن اطلاعاتش میکنن. اما خب این وسط میبینن که کارلایل تموم کرده. تو همین لحظه یه دفعه کشتی فضایی میرسه اونجا و گروکر بعد کشتن یکی از افراد مکس موفق میشه خود مکس رو زخمی کنه، ولی وقتی جولیو میبینه که اون لاشی میخواد مکس رو بکشه فوراً جلوشو میگیره، اما بعدش توسط گروکر کشته میشه. اینجا مکس بعد گیر آوردن یه اسلحه میخواد به گروکر شلیک کنه، اما اون به خاطر باز کردن یه سپر دفاعی فقط بیهوش میشه و مکس هم فرصت پیدا میکنه که از اونجا فرار کنه. یکم بعد کروگر که به هوش میاد به دلاکور خبر میده که تمام اطلاعات کارلایل الان توی مخ مکسه و به خاطر همین اونا فوراً میفتن دنبالش. همون شب فری میفهمه که مکس افتاده در خونش و به خاطر همین میبرتش داخل و به زخماش رسیدگی میکنه چون مکس ازش میخواد که سمت بیمارستان نبرتش. صبح روز بعد مکس وقتی به هوش میاد میفهمه فری یه دختر به نام ماتیلدا داره که متاسفانه مبتلا به سرطان خون شده و فری هم بعد دیدن لوگوی روی دست مکس ازش میخواد که دخترشو ببره به ایستگاه و درمانش کنه، ولی مکس بهش میگه این لوگوی روی دست من فیکه. بعدش مکس که از خونه فری میره بیرون یه دفعه یه ربات میبینته، ولی مکس میزنه و چپش میکنه. اما با این حال گروکر میره تو خونه فری و خودش و دخترش رو دستگیر میکنه. از اون طرف مکس میره پیش اسپایدر و بهش میگه الوعده وفا، من کسشرهای تو مغز اون لاشیه رو کپی کردم، حالا تو هم باید منو بفرستی اون بالا. اما اسپایدر میگه اون لاشیه فعلا پرواز ممنوع دادن، پس بذار قبلش محتویات مختو ببینم. خلاصه اسپایدر اون اطلاعات رو که میبینه میگه اونا برنامه های عجیبی دارن و تازه میخوان کودتا کنن، پس باید صبر کنیم که ازشون باج بگیریم. ولی مکس میگه من وقت ندارم و به زودی به گاه میرم و به خاطر همین باهاشون درگیر میشه. اون بعدش میره سمت یکی از پهپادهایی که سقوط کرده و باهاش از کروکر میخواد که بره به آدرسی که بهش میده و اونم این کار رو انجام میده، ولی مکس با یه نارنجک تهدیدشون میکنه که اگه درمانش نکنن تمام اطلاعاتشون رو منفجر میکنه و به خاطر همین کروگر سوارش میکنه. و اینجا مکس میبینه که فری و ماتیلدا هم توی اون سفینه هستن. یکم بعد اسپایدر هم بعد فهمیدن این موضوع یه شاتل آماده میکنه که بره دنبالشون و این در حالی که اون بالا بعد عذرخواهی مکس از فری یه دفعه گروکر به مکس حمله میکنه و این موضوع باعث ترکیدن نارنجکه یه گوشه از اون کشتی فضایی میشه و بعدش هم سقوط میکنه. همزمان مکس فری رو میکشه بیرون و اونم فوراً ماتیلدا رو میبره توی خونه تا بذارتش داخل یه غلاف شفابخش، ولی چون اونها شهروند اونجا نیستن اون دستگاه کار نمیکنه و بعدش هم یه مامور فری رو ناکوت میکنه. چند ساعت بعد وقتی مکس به هوش میاد میفهمه که قرار موقع استخراج اون اطلاعات بمیره، اما وقتی شاتل اسپایدر روی ایسکا فرود میاد کروکر به خاطر عصبانیتش از دست فرمایشات دلاکور بهش چندین تا چاقو میزنه و جسدش رو میندازه تو اتاق پیش فری. بعدش در حالی که کروکر داره میره که دونه دونه سیاستمداری اونجا رو بکشه، مکس میره توی اتاق کنترل و با اسپایدر ارتباط میگیره و میگه اگه تمام مردم جهان رو شهروند اینجا بکنی من حاضرم که باهات
باهات همکاری کنم و اونم بهش قول میده. خلاصه مکس دیگه رد میده و میره فری رو نجات میده و دهنی یکی از آدمای گروکی رو آسفالت میکنه و بعدش به فری میگه یه غلاف شفابخش رو پیدا کردم، اما فری میگه اون دستگاه‌ها نیاز به علامت شهروندی دارن، ولی با این حال مکس اونا رو میفرسته که برن و غلافه رو پیدا کنن. تو همین لحظه وقتی اسپایدر و افرادش میرسن اونجا، جوکر بهشون حمله میکنه و بعد کشتن افراد اسپایدر، مکس باهاش درگیر میشه و بعد یه بزن طولانی رباتی که پوشیده رو از تنش در میاره و از بلندی پرتش میکنه پایین و باعث مرگش میشه. بعدش اسپایدر با هک کردن سیستم کنترل اون ایستگاه و وز کردن مغز مکس به اون دستگاه ها تلاش میکنه که بتونه تمام مردم دنیا رو شهروند اون سفینه کنه، ولی این کار اونقدر سنگینه که میتونه باعث مرگ مکس بشه. ولی با این حال مکس این موضوع رو قبول میکنه، اما قبلش با فری در حالی که قلافه رو پیدا کرده تماس میگیره و باهاش راجع به خاطرات بچگیشون حرف میزنه. یکم بعد مکس بعد فعال کردن اون سیستم باعث میشه که برق ایستگاه برای لحظاتی قطع بشه، ولی وقتی ربات‌های رئیس جمهور میان اونجا میفهمن که اسم تمام مردم به لیست شهروندای اونجا اضافه شده و اینجوریه که ماتیلدا هم جواز استفاده از اون غلاف رو میگیره و ربات‌ها هم اسپایدر رو دستگیر نمیکنن، چون اون و تمام مردم جهان حالا شهروند اون خراب شده به حساب میان. آخر داستانم میبینیم که ایسکا بعد شناسایی کردن تمام افراد بیمار روی زمین یه سری کشتی فضایی رو میفرسته تا همشون رو برای شفا ببره به ایسکا، و این در حالیه که چون مکس بیچاره مرده، فری اون بالا توی ایسکا قدم میزنه و خاطرات بچگیشون رو بیاد میاره. برای دیدن داستان فیلمای بیشتر میتونید روی یکی از کارتهایی که رو تصویر میبینید کلیک کنید. مرسی که تا پایان همراه ما بودین.